سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، پیام عاجل احمد مسعود و جبهه مقاومت ملی به مردم افغانستان و طالبان، بازداشت 750 تن به اتهام عضویت داعش، آدمربایی و جعل اسناد از سوی طالبان، ترمیم و جغل اندازی 30 کیلومتر از شاهراه سالنگ تکمیل شد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مسعود شناسی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: ما به زودی طالبان را از پنجشیر بیرون خواهیم کرد. ما زندگی را برای آنها به جهنم تبدیل کرده ایم. هر شب جنگجویان ما در حملات چریکی تعداد زیاد دشمن را میکشند. استراتژیک ما به خوبی کار میکند. ما میشنویم که طالبان در واکی تاکی به رهبران خود میگویند پنجشیر جهنم است. سرفراز یکی از سربازان جبهه مقاومت ملی پنجشیر، گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک مسعودیان. تا کنون این خبر از سوی منابع رسمی طالبان تایید یا رد نشده است. همچنان این در حالی است که ترمیم و جغل اندازی 30 کیلومتر از شاهراه سالنگ تکمیل شد. 8 صبح کابل، ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها گفته است که کار جغل اندازی 30 کیلومتر از بزرگراه سالنگ شمالی و جنوبی تکمیل شده است. عبدالله عبید، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، روز چهارشنبه 19 عقرب و روزنامه 8 صبح گفت که کار ترمیم و جغل اندازی 30 کیلومتر از شاهراه سالنگ را تکمیل کرده است. مسئول این ریاست افزود که کار بازسازی شاهراه سالنگ که حدود یک ماه پیش از سوی آنان آغاز شده بود به اتمام رسیده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. در همین حال او خاطر نشان کرده است که کار ترمیم و جغل اندازی 30 کیلومتر جاده سالنگ بیش از 53 میلیون افغانی هزینه برداشته است. مسئول ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها همچنان گفته است که سیستم برق تونل سالنگ که استیشن آن از قبل ساخته شده بود نیز فعال شده است. با این حال شماری از آبران و رانندگان در این مسیر به روزنامه 8 صبح میگویند که اگر کار قیدریزی این سرک تا قبل از فرارسیدن زمستان تکمیل نشود، این شاهراه دوباره به حالت اول برخواهد گشت. آنها می افزایند که شاهراه سالنگ باید به گونه بنیادی بازسازی شود تا دوباره تخریب نشود. این در حالی است که در گذشته نیز شماری از شرکت های ساختمانی این شاهراه مهم را ترمیم کرده بودند، اما به دلیل تکمیل نشدن روند بازسازی و قیدریزی آنان از یک سو و آنچه بیکفایتی بودند این کار شرکت ها گفته می شود که از سوی دیگر این شاهراه طی کمتر از یک سال به حالت اول برگشت. همچنان این در حالی است که بازداشت 750 تن به اتهام عضویت داعش، آدم ربایی و جعل اسناد از سوی طالبان. ریاست استخبارات امارت اسلامی اعلام کرد که نیروهای طالبان در 3 ماه گذشته حدود 750 نفر را به اتهامات مختلف از جمله عضویت داعش، آدم ربایی، جعل اسناد و دیگر جرایم بازداشت کرده است. خلیل همراه، سخنگوی ریاست استخبارات طالبان، امروز چهارشنبه 19 عقرب در یک نشست خبری گفت که از این میان 67 نفر به اتهام جعل اسناد از جمله پاسپورت و تذکره، 82 نفر به اتهام آدم ربایی و بیش از 600 نفر دیگر به اتهام عضویت گروه داعش و دیگر جرایم نزد طالبان زندانیان. او افزوده که در این مدت همچنین 33 تن از اعضای داعش در جریان درگیری از سوی طالبان کشته شده است و نیز 12 تن از نزد آدم ربایان آزاد شدند. سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان همچنین گفته که پرونده های افراد بازداشت شده تحت بررسی قرار دارد. او در نشست خبری امروز از فعال شدن شماره تماس 1001 نیز خبر داده و گفت که مردم واقعا مشکوک را به این شماره خبر بدهند. این شماره قبلا از شماره های فعال ریاست عمومی امنیت ملی سابق بود. همچنان این در حالی است که پاسخ سرکنسول استانبول به خبر گزارشنامه افغانستان، پاسخ زبیالله لخمانی حسین خیل، سرکنسول سفارت افغانستان در استانبول، در پیوند به توقیف 18 ساعته محمد حنیف اتمر در فرودگاه استانبول، اخیرا خبر بی بنیاد و کاذب که گویا بعد از سقوط کابل از سوی مقامات کشور دوست
و برادر ترکیه در میدان هوای بین المللی استانبول از جلال ناب محمد عنیف ادمر و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان استقبال و پذیرایی درست صورت نگرفته و یا اینکه ایشان مقدار زیاد پول را با خود انتقال داده است. از طریق گزارشنامه افغانستان به قلم آقای رزاق مامون به نشر رسیده، من این خبر را که شایعه بیش نیست تکذیب میکنم. در روز سه‌شنبه مورخ 26 اسد مصادف با 17 اگست سال جاری که گویا این اتفاق رخ داده است، من به صفت جنرال کنسول در استانبول همراه نمایندگان دولت ترکیه مهمانان خود را از در هواپیمای ترکش ایرلاین که از کابل به استانبول سفر نموده بودند پذیرایی و سپس توسط موترهای ویژه تشریفاتی میدان هوایی را به سالون وی آی پی و بعد از طی مراحل کنترل پاسپورت آنها را به هتل که قبلا برای اختصاص گردیده بود همراهی نمودم. در آن روز هیچ اتفاقی که عدم رعایت مقررات دیپلماتیک، کاستی و کمبود از لحاظ تشریفات و یا بی‌حرمتی به یکی از مقامات ما به شمول جناب وزیر صاحب امور خارجه شمرده شود رخ نداده است، بلکه با رعایت نمودن تمام آداب، رسوم و اصول تشریفاتی از مقامات و شهروندان ما در میدان بین‌المللی استانبول پذیرایی صورت گرفت. حتی دولت ترکیه به خاطر اوج حرمت که به افغانستان و افغان‌ها دارند، شهروندان ترکیه را که حامل آنها هواپیما بودند از راه عادی، ولی تمام مقامات و شهروندان افغان را از راه VIP اجازه ورود دادند. برخورد مقامات محلی ترکیه به حد صمیمی بود که 3 تن از شهروندان ما را که بدون ویزا و 2 تن دیگر آنها که بدون پاسپورت در آن هواپیما آمده بودند همکاری نموده و برایشان اجازه داخل شدن به استانبول را دادند. در آخرین تاکید میکنم که در آن روز هیچ یکی از مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به شمول وزیر صاحب امور خارجه با خود پول نداشتند و این شایعه شوم و کاذب جز ترور شخصیت های والا و فریخته جناب ادمر صاحب هدف دیگری در پی ندارد. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک رزاق مامون، پاسخ سرکنسول استانبول و گزارشنامه افغانستان رزاق مامون. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشید. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.